فرهنگی و آموزش. سلام در خواب شنونده گرامی، سلام کامپیوتر، به خودت هم چنان سلام. و علیکم السلام کامپیوتر. کمی از بخش صحبت‌های کس را به شنونده روشن میکنم، تو هم بشنو. تولید بوتای وطنی است، هر نوع از دیگه، زنانه، مردانه، طفلانه، در قریه تولید میکنیم. کامپیوتر خدا را شکر قدر فعال هستی، همین که نام بوتا شنیدی عکس یک مغازه بزرگ را روی صفحه تاوردی. این عکس فروشگاه نیست، این کلکسیون بوت است. کلکسیون بوتا؟ اولین بار است که در این مورد مشنوم. جزئیات را بعدا خواهی فهمید، اما در مورد بخش دوم چیز نگفتید. این کمی از بخش دوم برنامه را هم روشن میکنم. در متداخل هتل یک نانوایی ساختیم، از همون نانوایی به مردم نان گرم که میدیم، مردم از پیش ما بسیار راضی است. من هم در مورد یکی از بزرگترین نانهای دنیا معلومات جمع‌آوری میکنم. تشکر کامپیوتر. در بخش آخر برنامه هم قصه شخص را داریم که در اثر مشکلات اقتصادی زیاد مجبور به ترک درس و تحصیل شده بود، اما در حال حاضر وضعیت زندگی بهتری دارد. مردم برای پیشبرد کار و فعالیت تجارتی و اقتصادی محل را انتخاب میکنند که در آنجا رفت و آمد بیشتری باشد و کار و فعالیتشان زیادتر در معرض دید قرار بگیرد تا مشتریای بیشتری داشته باشند. اما همکارمان مصطفی نصرت با شخص گفتگو کرده که او فعالیت‌های اقتصادیش را از محل زندگی خود آغاز کرده. ای که چی کارو باره و در کجا، گفتگویشان را مشنویم. در آغاز اگه خود برای ما معرفی بکنین و از کاروبارتان برای ما بگوین. محمد رضا باشنده ولسوالی شکردرق، یک تن از کسب‌وکارهای بود. کار در مجموع تولید بوتای وطنی است، مر نه از دیگه، زنانه، مردانه، طفلانه. اینا رو ما در قریه تولید میکنیم. چقدر وقت میشه که شما این کار انجام میدید؟ 4 سال میشه که ما این کار انجام میدیم در خانه. بوتسازی یک مهارت نیاز داره که چطور ساخته شوه؟ چگونه این مهارت یاد گرفتین؟ در اول این کار از برادر کلانم میکرد، باز در پالیش ما در اوقات بیکاری در می کار رفتیم که یاد بگیریم. تقریبا مدت 6 ماه کار کردیم تا یاد گرفتیم. کار تولیدی که در اول آغاز میشه یک مقدار سرمایه نیاز می داشته باشه. شما از چه قدر سرمایه شروع کردین؟ سرمایه ما 60,000 افغانی بود روزی که کار شروع کردیم، قرض کردیم. باز چه قدر وقت تا که قرض خلاص بکنین؟ در طول می یک سال که خلاصش کردیم، هم مصارف خانه را میکشیدیم، هم مصرف مواد و چیزایی که از بازار تا قرضای خودم کم کم پرداخت. شما گفتین که در خانه کارخانه را ساختین، چیزا کار است؟ در یک اتاق تقریبا 12 متر است. ابزار کاری شامل چرخ است، میز است، پرس است، ماشین رنگ است. چند نفر کار میکنین؟ 4 نفر کار میکنیم، 3 برادر ما همراه پدر. استاد در 4 ما هستیم، 2 بخش داره، یکی روی رسانی است و یکی هم قالبکاری. قالبکاریش خودم میکنم و روی رسانیش هم برادرایم. چرا شما این کارخانه را در شهر نساختین؟ سنجشی که ما پیش خود کردیم، کرای دکان میام، مصارف روزانه نان چاشت و سوب میامد سر ما، موادی هم که بلند بود، بوتی را که ما تولید میکردیم به بازار بسیار بلند عرضه میشد، باز هم شهریای ما نمیتونستن او را بخرن. به مو خاطر ما در خانه تولید میکنیم به قیمت مناسب در بازار. اگر در شهر بسازیم، در هیچ امکاناتی که ما در خانه استفاده میکنیم، مثلا برق ما سولری است، همه اینا مصارفش بلندتر میامد. کار بوتسازی ساعت کاری نداره، فرمایش بازار زیاد می باید، شب و روز اید اینطور چیزا که میاید، بازده او صورت دیگه مجبور استی تا نصف شب کار کنی. در شهر که باشی بازده او صورت نمیشه، با ما در میخانه خوبتر بود. در آغاز که کار شروع کردین چی چیزا را خریدین؟ یک ماشین دوخ بود، چرخ، 2 عدد میز بود، یک دانه اجاق بود، یک پای پرست بود، چکاش، چکاش انبور، میخکش. شما که در خانه کارخانه را ساختین، روزهای مشخص کار میکنین، شب و روز، یا اینکه مقید به وقت نیستین؟ تقاضا بیشتر باشه ما بیشتر کار میکنیم، کمتر بود باز کمتر. روزه عید اگر رخصت از دیگه مشخص نیست. یک هفته چقدر تولید میداشته باشین تقریبا؟ روزانه 36 جوره میشه، هفته 180 جوره بود تولید. از چند بجه کار را شروع میکنین تا چقدر وقت تقریبا؟ از 6 صبح است معمولا تا 8 شب. ای بوتار اک تولید بکنین سری کیا میفروشین؟ فروشات ما معمولا عمده از بازار منده اید، عمده فروش ها میتیم، باز اون پرچون ها میرن از اونجا میگیرن. یک جوره بود که شما میسازین، در او چی چیزا کار میشه؟ یک جوره بود چرم است، پلاستیک، آستر، فوم، شرش، تل، تار، میخ. یک جوره بود چند برتون تمام میشه و چند برتون مفاد میمانه؟
370 الی 375 روپه مصرف میخوره، جوری 20 روپه الی 30 روپه برامون. در آغاز با کدام مشکل مواجه شدین؟ اگر مواجه شدین با چه رقم حل کردین؟ در بخش دیزاین کاری مدل گیری مشکلات داشتیم که ما از طریق اینترنت این مدل گیری استفاده کردیم و از کار ما مشکل حل شد. از مدل ها بر ما بگوین چند مدل دارد؟ در حال حاضر 16 نو مدل است، 6 نو زنانه است، 10 نو دیگه زیر مردانه است. سایزایشون از 40 شروع میشه تا 44. تفلان هم از تفلان از 20-25 از 25-29 30-35. کارخانه بودسازی را در خانه ساختین چقدر با شما مفید تمام شده؟ یکی خب ما 4 نفر اعضای یک خانواده دور هم جمع هستیم، از طریق نمی کارخانه روزی و دست میریم به کار شدیم و در پالوی ازی که ما در خانه کار میکنیم میتونیم به کارهای باغ از دیقانی در اینیا برسیم، مصارف خانه و فامیل اینا را از طریق همی کارخانه ما همی جا بسیار راحت میتونیم برسیم. کامپیوتر، کلکسیون های مختلف مثل کلکسیون مجله، روزنامه ها و از این چیزها شنیده بودم، اما اولین بار است که در مورد کلکسیون بوت میشنوام. به تصویر به دقت نگاه کن. درست است. یارو کامپیوتر، اینجا خوب بیشتر از هزارها جور بوت دیده میشه. من اوزم به این باور هستم که این عکس کدام فروشگاه بوت فروشی است. نخیر، فروشگاه نیست، این کلکسیون بوت است که مربوط به یک خانم فیلیپینی به نام مارکو می شود. کامپیوتر، ای برام مهم است که در این کلکسیون چند جوره بود موجود است و این کلکسیون در کجا نگهداری می شه؟ 3000 جوره بود است و در موزیم ملی فیلیپین نگهداری می شود. تشکر کامپیوتر. شنونده عزیز، در پهلوی برخی سنجش ها در هر کار و فعالیت اقتصادی نوآوری و خلاقیت هم بسیار مهم است، زیرا نوآوری در کاروبار سبب درآمد بیشتر میشه. باز هم همکار ما با شخص گفت و شنود انجام داده که در داخل محل فعالیت و کاروبارش که یک رستوران است نوآوری کرده. ای که چی کرده و آیا سر کاروبارش مخصوصا به دست آوردن آیه چیزی تاثیر گذاشته، از خودش مشنویم. ما در ولسوالی چهارسای ولایت کابل آمده. در بازار یک هتل است، در داخل هتل نمایی ساخته شده. میخوایم که با صاحب هتل سخنان داشته باشیم که چطور در فکرش آمده که در داخل هتل نانوایی را بسازه و این نانوایی چقدر تاثیر گذاشته که مشتری‌ها را اضافه بکنه و یک سلسله سخنان دیگری را هم با هم خواهیم داشت. شما در آغاز خود برای ما معرفی بکنین. جاوید هستم. جاوید جان، شما چقدر وقت میشه که هتل را ساختین؟ آیا در آغاز نانوایی را داشتین یا نداشتین؟ تقریبا 18-19 سال میشه دمی ولسوالی چهارسیا آمدیم اینجا هتل ساختیم و مردم تقاضای نان گرم میکرد. ما که از نانوایی یک ساعت وقت نان میآوردیم دیگه مردم شکایت میکرد که بدر نان شما یخ است. دیگه باز بسیار کوشش کردیم تا داخل هتل یک نانوایی ساختیم. ازمون نانوایی به مردم نان گرم که میدیم مردم بسیار از پیش ما راضی بود و حال مردم از پیش ما بسیار راضی است. هر کس که میایم به مو حساب نان داغ. شما گفتین که حال به مشتریان داغ میاریم، قبلا نان از کجا می آوردیم؟ قبلا نان از می بازار می آوردیم، از نانوایی می آوردیم. این بود که مردم خیلی شکایت میکرد که بعدت کته نان، کته کباب، کته قابلی، کته چی، کته مرغ نان گرم مزه میدم. نانوایتان شریکتان است یا ایرا ماش میتین؟ نه خیر، ایرا ما ماش میتیم. این کسب از خود ما یاد بود به این برش نشاندم که کار کردم. قبل از اینکه شما این نانوایی را بسازین مشتریایتان چقدر بود و حالا که این نانوایی را ساختین تأثیر نانوایی بالای هتل چیست؟ قبلا مشتریام که بود کم زره از پیش ما راضی نبودن، چرا که ما نان گرم نداشتیم. حال مشتریام خیلی از پیش ما راضی هستن. پیش 70% حال 100% شده. ماشاءالله این نان گرم با ما آوردن. جاوید جان، اینم برام بگوین که در این نان هم یک چیز فایده براتون میمونه؟ الحمدلله اونمو چیزی که پیش از بیرون میآوردیم فایده را که اون نانوایی حالا میگرفت او را حال ما خودمون میگیریم. کارش استادم میشه، کارش شاگردم سرش میشه. و چطور میفهمین که چقدر آر تر کنین؟ ما خب 20 سال 19 سال که هست در تجربه داریم در این کار. از این خاطر اونمو که چقدر ما کباب فروش ها داریم، چقدر قابلی، چقدر مرغ، چقدر سیخ کباب، با مو مقدار ما اندازه پیمانه آر در جور کردیم اونمو قارد برشتر میکنیم. اگر ایان نان کم میشه دیگه یک دا تا 20 تا یا 30 تا از نانوایی که بریم مشکل به وجود نمیاد. مصارف این نانوایی چی چیز هست؟ آرد هستم، خمیر مایه هستم، پولی آرد هست، گاز است و خرچه استاد، خرچه شاگرد است. شاید بعضی دوستا بگوید که در نانوایی خوب دود می باشد. این می از گازا را برش لگاندیم و این گازی است، در گاز دیگه قچی نیست. گاز یا مشتری را پازاب کنه. او را بیخی از پیش از می دو هتل جدا کردیم.
این نان را که شما میپزین آیا فقط برای خود میپزین یا به ای که اگر کسی از بیرون هم بخواید برای اونا هم میپروشید؟ البته اینجا به داخل هتل جو کردیم و اگر این بازم نفر میاید تا 10 دانه 20 دانه کار باشه مشکل نیست، بازی که اضافه تر به مشتری بیرون ما باز نمیشه، از خدا که ما خود ما مشتری ما زیاد هستند. دوستان نهایت عزیز گرامی، من اینجا با یکی از مشتری ها صحبت میکنم که خود برای ما معرفی بکنه و چقدر وقت میشه که در این هتل میاید و چرا در این هتل میاید؟ نام من کسک محمد زاهد است، دمی اون باشنده ولسوالی چهارآسیاب است. به خاطر ما اینجا زیاد میایم که نانی یا بسیار خوب است، خودش نانمایی دارم اینجا و غذایش پاک و منظم است. چپلی کبابش بسیار زیاد مزه می ده که امروز ما شار امرای رفیقم اینجا آمدیم برش گفتیم نان خوب داغ داره. کامپیوتر، در مورد یک نوع از بزرگترین نانهای جهان معلومات پیدا کردی؟ بله، یکی از این نانها به قدر بزرگ است که برای پختنش 10 ساعت وقت صرف شده است. 10 ساعت؟ چطور کامپیوتر؟ چی اندازه است؟ این نان در حدود 2 متر و 75 سانتی می باشد. خدا می داند چقدر آرد این نان استفاده شده باشه. 125 کیلوگرم. در حدود 2.5 بوجی آرد افتیره. کامپیوتر، نگفتی که اینان در کدام کشور پخته شده؟ در کشور چین و در کتاب گینس هم ثبت می باشد. تشکر کامپیوتر. حال وقت قصه فرا رسیده، با هم مشنویم. خودم عبدالقادر، ما در قبلا بسیار زندگی با مشکلات زیاد درگیر بودیم. فدر ما بسیار ریشسفید بود و حسابی ترکار و کاسبی نداشت. ما خود ما خورتر بودیم. ما از دست بیوسی و بیکسی از تعلیم و درس و این چیزا ماندیم. رو به کار شروع کردیم، به کار و شاگردی و زحمت. در افتدا رفتیم در دکان نجاری شاگرد شیشتیم. کدام ماش هم نداشتیم. دیگه تو رفته 50 روپا و 100 روپا میداد. به مو ما امید خرج و خوراک خانه را پیش میبردیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم. یکی مشکلات ها می بود که در ماه رمضان ما که وقتی فشیر در خانه می خوردیم پیش از ملا اذان یا که نماز روا شود ما نماز بخوانیم، قبلا از او چیزا ما نان خورده از خانه می برآمدیم که می رسیدیم وقت نماز و چیزا می شد نماز می خواندیم، بعد از او دیگر ماشین چالان می کردیم تا که روشنی شود. ما به ذریعه ماشین و برق گروپ کار می کردیم. بسیاری طور وقت آمده که ما افطاری را در راه کردیم، کمترش در خانه رسوندیم. ما در این کار خود پیشرفت کردیم، از تاستا این کار یاد گرفتیم، بالاخره خود ما دکان گرفتیم و همین سلسله دیگر آن روزگار ما فضل خداوند است. الحمدلله فعلا از کار و زندگی و کسب خود راضی هستیم. شنونده گرامی، در بخش اول برنامه گپای شخصی را شنیدین که با سنجش در کار و فعالیت خود یک کارخانه تولید بوت را در قریه محل زندگی خود ساخته و از عاید به دست آمده خود خوشحال است. در بخش دوم برنامه هم گپای فرد را شنیدین که با ساختن نانوایی در داخل رستوران محل کار خود به مشتریای خود افزوده و عاید بهتر از قبل به دست می آورده. اگر شما هم در کار و فعالیتتان موفق هستید و می خواهید که همکارای ما در مورد کار شما گزارش تهیه کنند، می تونین به شماره تلفن 020-240-5101 به صورت مستقیم با همکارای ما به تماس شوین و اگر به اینترنت دسترسی دارین می تونین از طریق سایت اینترنتی tajala.if ای برنامه و سایر برنامه های ما را هم بخورین و هم بشنوین. برنامه را که شنیدین همکار ما مصطفی نصرت در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود.